بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة عصر از كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللهم عبد الرحمن سعدي رحمه الله الله سبحانه وتعالى چنين مفرمايت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بنام خداوند بخشنده و مهربان الله سبحانه و تعالی در این سوره به ما و شما می فرماید سوگند به عصر که انسان در خسران و زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق وصیت نموده و یکدیگر را به صبر وصیت کرده اند یعنی الله سبحانه و تعالی به زمان که شب روز است و بستر برای کارهای بندگان و عملهایشان از سوگن می خورد که همه انسانها زیانمند می باشند و زیانکار ضد سودمند است زیان مرتبه های گوناگونی دارد گاه زیان مطلق خواهد بود مانند کسی که دنیا و آخرت را از دست داده و نعمتهای را از دست داده و سزاوار دوزخ گردیده است و گاه انسان از بعض جهتها زیانمند می باشد و از بعض جهت ها زیانمند نخواهد بود بنابراین فرمود هر انسان زیانکار است مگر کسی که دارای چهار صفت باشد اول ایمان داشتن به آن چه الله تعالی به آن امر نموده است و ایمان به علم و آگاهی حاصل نمی شود پس علم شاخه از ایمان بوده به علم ایمان حاصل نمی شود دوم کار شایسته است و این عمل کارهای خوب را شامل می شود کارهای ظاهری و باطنی عمتر از واجب و مستحب که متعلق به حقوق الله و حقوق بندگانش می باشد سوم تصویه به حق که ایمان و عمل صالح است یعنی یکدیگر را به آن توصیه کنند و تشویق نمایند چهارم وصیت به صبر نمودن بر عبادت الله تعالی و صبر نمودن بر مرتکب گناهان شدن و بر بلاهای دردناکی که از سوی الله تعالی می آید صبر نمودن است پس با دو امر اول بنده خودش را کامل می گرداند و با دو امر آخر دیگران را به کمال می رساند و با کامل شدن این چهار چیز بنده از ضرر سلامت مانده و فایده بزرگی را به دست می آورد